جمهوری اسلامی نشون داده که با توصیه و درخواست حاضر نیست زندانی های دو تابعیتی رو آزاد کنه. این درخواست جوزف بورل رو باید نشونه تمایل کشورهای اروپایی برای معامله با جمهوری اسلامی بدونیم برای تبادل زندانی؟ نشونه اولا من در بروکسل هستم، با سلام به شما هموطنان عزیز. نشونه فشار بسیار زیادی که بر شونای آقای بورل هست برای جدیت و نیز وقت نداشتن دایره اقدامات خارجی اروپا برای رهایی زندانیان اروپایی، زندانیان دو تابعیتی. این را باید گفت که در این روزها در اروپا دو تفکر بسیار بسیار جدی رو در روی هم قرار دادن، تفکری که تمام دایره های کمیسیون و نیز پارلمان و نیز دایره اقدامات خارجی، حتی فعالین دایره اقدامات خارجی رو در بر میگیره که فکر میکنن این به اصطلاح زمینه‌ای که آقای بورل به نوعی با مماشات دارن جلو میبرن راه به جایی نمیبره و میبایست اقداماتی که تنبیه رو در خودش داره بلافاصله ارائه داد و من فکر میکنم به صورت غیر رسمی آقای بورل این رو انتقال دادن به مسئولین جمهوری اسلامی. بله آقای گلپور، جوزف بورل در توییتش و همینطور در گزارشی که منتشر شده از این دیدار به جمهوری اسلامی توصیه کرده که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه و بار دیگه بر راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کرده. این در شرایطی که در همین روزهای گذشته جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت‌های بازرسان چند تا از بازرسان آژانس در ایران رو لغو کرد و همینطور رافائل گروسی گفته که به پرسش‌های آژانس همچنان پاسخ نمیده، چه راه حل دیپلماتیکی مد نظر آقای بورله؟ ببینید، ما در یک بن‌بست واقعی قرار گرفتیم. برای آژانس این طریقه‌ای که بازرسانی که منحصر به فرد هستند در اون نحوه کاری که دارن برای صحت و ارزیابی درست از مسئله صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای دارند، برای آژانس این لغو میبایست لغو بشه و هرچه سریع‌تر. برای ای3 نیروهای اروپایی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن به صورت خیلی جدی، اگر شما توجه کنین نیروهای اروپایی میگن بیشتر از 4 سال جمهوری اسلامی در درون برجام مکانیزمی رو که اجازه میداد اختلافات در درون برجام حل بشه این جمهوری اسلامی که مانع شده و بنابراین اگر جمهوری اسلامی در این روزها از هفته هم شاید نباید صحبت کرد، اگر جمهوری اسلامی بلافاصله تصحیح این اشتباه رو نکنه برای اروپا و برای آژانس هیچ راه دیگه‌ای به جز به نظر من تهدیدها و تحریم‌های بیشتر نیست. و شما باید بدونید در اروپا ما دایره دوم تحریم‌ها رو امروز اروپا داره آماده می‌کنه که این تحریم‌های ثالث هستن، یعنی اروپا میتونه تمام کشورهایی که به روسیه کمک می‌کنن وارد یک لیست جدیدی بکنه که این نامش کشورهای ثالثی هستند که دارن به روسیه به طور مستقیم و غیر مستقیم با فکت میتونن نشون بدن و تحریم‌های بسیار بسیار حتی فشرده‌تر و قوی‌تری از تحریم‌هایی که موجوده خواهد اومد. بنابراین شما می‌دونید در روز 16 سپتامبر اروپا آخرین بسته‌های تحریمی خودش رو، تحریمی حقوق بشری رو به خصوص روی سپاه پاسداران و اون به اصطلاح ستاد امام علی سپاه پاسداران و نیز و من فکر میکنم واقعا در شرایط بسیار بحرانی تمام دایره‌های اروپایی قرار گرفتن و آقای بورل به نظر من خواستن که این شرایط بسیار حساس رو قابل فهم بکنن برای مسئولین جمهوری اسلامی. بله. آقای گلپور، همونطور که جوزف بورل گفته فقط هم مسئله برنامه هسته‌ای ایران نیست. یعنی جمهوری اسلامی امنیت کشتیرانی رو در آب‌های جنوب ایران به خطر میندازه. از اون طرف تحرکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست. از طرف دیگه کمک تسلیحاتی به مسکو هست برای حمله روسیه به اوکراین. خب فکر می‌کنین که جامعه جهانی باید به یک توافق یا تفاهمی با جمهوری اسلامی برسه که همه این مسائل رو شامل بشه؟ این بحث جدی رو خانم در اروپا همین امروز و همین امشب حتی من میتونم بگم طرح و مسئولین اروپا در تمامی سطوح دارن کار میکنن، هم به لحاظ تصمیم گیری دولت ها، هم به لحاظ کاری که کمیسیون تحریم ها برای جمهوری اسلامی و روسیه داره کار میکنه و نیز بخصوص تا بکنه تمام این تحریم ها به صورت تفکیکی جلو میرفته. الان امروز صحبت از بحث های به هم پیوسته شده انتگرال تحریمیه و من فکر میکنم تمام این بحث ها به صورت خیلی جدی مطبوعاتی میشن و به زودی.
تشکر میکنم از شما مجید گلپور، کارشناس مسائل بین المللی، که از بروکسل پایتخت بلژیک با ما بودید. متشکرم.